شده این وقت صبحی خوبی تو؟ در رو ببند. چی شده؟ آروم تر صدات میره بیرون. کی بود تو را رو؟ هیچ کس نبود. میگم آروم. چه خبر شده؟ این چه وضعیه؟ احمد خوب فکر کن. ببین تو بچه های عملیات کاشفی نامی یادته؟ کاشفی غلام رضا کاشفی. غلام رضا کاشفی نداشتیم. ایلا کرده کار خود نامردش. چی کار خودش؟ شب طرفای ساعت 2:30 ریختن تو اتاقم گفتن دیگه بریم. الانم از دستشون در رفتم که اومدم اینجا. چی داری میگی مجید؟ ریختن تو اتاقت؟ کیا؟ باز کله خربوزی داره وردی؟ نذاشتن که در بیارم. اومدن سر وقتم. ببین اینو. دکتر کاشفی کاندیدای شورای آقایانی که در جنگ نبودند و حالا سهم خواهی میکنند. خب حرف بدی نزده که. خودش هم داره همین کارو میکنه. نامرد بی وجدان. بخون اینو ببین. آخه وقتی که ما روی اون تپه داشتیم نفر به نفر کشته میدادیم، 20 متر جلو میرفتیم، تو کجا بودی آخه؟ چغنده مجید یه دقیقه آروم بگیر. یه دقیقه آروم بشین. آروم نفس بکش. آخه یکی نیست بگه نامرد نون به نرخ روزخور. تو که تو کل عمرت یه عکس با لباس خاکی داری، اونم تو آموزشی، غلط میکنی بگی من خط شکم بودم. احمد طرف اصلا توی عملیات نبوده، مصاحبه کرده گفته من خط شکم بودم. تو خط شکم بودی؟ خط شکن ها خیلی وجود داشتن، نه مثل توی بی وجود. خدشکن ها لوتی بودن، نه مثل توی نامرد. مجید مجید در نزن آقا جون، در نزن. چقدر سر صدا میکنی؟ مجید نیست، اومدم بردنش. چرا مراعات نمیکنی؟ مجید
مجید کجا رفتی یه دفعه؟ مجید؟ کجا با این عجله؟ کسی نهیده اینجا بره بیرون؟ نه آقا کسی بیرون نرفته. همین یه دقیقه پیش ها؟ نه آقا کجا بره؟ در قفله. تا من از اینجا نزنم که در باز نمیشه. من چیزی نهیده امروز از در بره بیرون. آقای گودرزی؟ آره. والا اگه اشتباه نکنم صبح زود با یه آقایی رفتم بیرون. کی بود؟ میشناختیش؟ فکر کنم یکی از فامیلاشون بود. آره مجید که فامیل نداره، همشون مردن. احتمالاً یکی از فامیلای دورش بوده، مثل همین فامیل دور کلا قرمزی. چه شکلی بود؟ فامیل دور؟ آقا رسول، همین آقایی که با مجید رفته رو دارم میگم. معمولی بود، مثل همه آدم ها. سلام آقای مدیر. بله. هیچ مشکلی پیش نیومده. نه آقا، حواسم هست. نه خودم حلش میکنم. آره احمد آقا میخوایم بریم بیرون؟ ایرادی داره؟ نه چه ایرادی داره، میخواستم بگم بازم کفش با تون نیست. بله نه خودم درستش میکنم.
بله. الو احمد. احمد. مجید تویی؟ الو داری صدامو؟ احمد. کجایی تو؟ میگم ببین یه مدرک. چه مدرکی؟ گوش بده، گوش بده. کجایی تو؟ بعد نشونش بدی به روزنامه چیا. الو الو. صدات نمیاد مجید. اصل قصرش منو میشه. صدات خیلی بد میاد. اصل قصرش دیدیم بعد از عملیات. یادته؟ تو به بعد بده به خود دبیر. چیکار کنم؟ بده به خود سردبیر. قطع و وصل میشیم. اصل قصرش دیدیم خودش یه مدرکه. مدرکی چی؟ همه باید بدونن که کاشفی اونجا نبوده. الو؟ نذار. الو مجید صدات قطع میشه. الو؟ بله بله ببینید خانم محترم، من شرایط اینجا رو عرض کردم خدمتون. ببین خانم آخه گنجیش که با تفنگ بادی زدن نه اصلا بار اولشون نیست. بچه رو نمیفهمن یعنی چی خانم؟ متوجه نیستی خانم محترم، بحث من اصلا پول شیشه نیست. باشه، بسیار خوب. انشالله. انشالله. قربان شما. شما بفرمایید. آقای عباسی عزیز. دیروز یه اتفاقی افتاد که میخواستم ببینمتون. منتها یه مشکلی پیش اومد که نشد. در خدمتم. خوبی شما؟ شما خوبی؟ آیا عباسی عزیز، شما بهتر از من میدونی که نباید در خونه مردم رو باز کنی یواشکی بری تو. در خونه مردم؟ شما که میدونی من مجید رفیقی 30 ساله ای. نگرانش بودم رفتم بهش سر بزنم. احمد آقای عزیز، من خدمت شما و آقا مجید ارادت ویژه دارم. از سابقه دوستیتونم مطلعم. اما هر اتفاقی هم که افتاده باشه شما حق همچین کاری رو ندارید. چی کار؟ اینجا قوانین خودشو داره. الان همسایه ها از شما شکایت دارن. چرا؟ زنگ ساعتی که شما باش تو از خواب بیدار میشید بلنده. زنگ ساعته؟ اذیتشون میکنه. من باید چی جواب بدم؟ شما اگه جای من بودید چی جواب میدادید؟
بگین زنگ ساعته. من باید یه تماس فوری میگرفتم. تلفن خودم قطع بود. رفتم خونه مجید زنگ بزنم. تلفن وایداد که چند روز قطعه. قطعه؟ چرا قطعه؟ برادر من، عرض من اینه. شما کار فوری داری؟ نباید بری خونه مردم. باز میگه مردم؟ خونه ی رفیقمه. رفیقتون اصلا. حالا هر کی چه فرقی میکنه؟ شما باید بیای به من بگی. شما تماس فوری داری؟ این موبایل من. ممنون. بعدا زنگ میزنم. چرا تعارف میکنه آقای عباسی؟ مگه نمیگی کار فوری داری؟ زنگ بزن دیگه. بله؟ ارادتمندم آقای دکتر. خوبی انشالله؟ بله آقای دکتر. نه؟ ما در خدمت یکی از دوستان هستیم. جان؟ پیگیر کار جواز هستم بچه ها. نامه پزشکی قانونی. من با تو تماس میگیرم. برید از اینجا. احمد جان باز کنین درو. همه زیر سر اون کاشفیه. همه تون آدم اونه. کاشفی کیه؟ باز کنم درو. احمد آقا به خدا اینجوری برای هممون بد میشه ها. هیچ فکر کردی تو؟ بیا باز کنین درو. یه بفرمایید. دفتر روزنامه؟ بله بفرمایید. برای مصاحبه دکتر کاشفی زنگ زدم. بله دکتر. بیا باز کنین. برای همین مصاحبه که چاپ کردید روزنامه‌تون. تبکیه. این آقا گفتن که تو بریم از اینجا. راحت هم بذاریم. باز کنیم درو. الو. جانم بفرمایید. آقا برای یه مصاحبه دکتر کاشفی زنگ زدم. همش دروغه. مدرک داریم. مدرک؟ یه عکسه. عکس بچه‌ها بعد از عملیات. شما مستعدی تو باشه. الو. الو. آقای عباسی. بیا این درو باز کن بشینیم بیرون با هم دیگه صحبت کنیم. من با شما حرفی ندارم. والله من می‌خواستم راجع به مجید باهات صحبت کنم. بیا باز کن این درو. سر مجید شما کردین زیر آب. آخه برادر من، چرا من باید سر مجید زیر آب کنم؟ چون می‌خواست لوتون بده. فکر می‌کنی نمی‌دونم؟ یه بار دیگه بسن کنم به انتظار میام کل روزنامه رو خراب می‌کنم رو سرتون. باز کن این درو. بله آقا. چند بار باید بگم؟ ایشون اصلا تو اون عملیات نبوده که ادعاشو داره. میفهمین چی میگم؟ اینو باید به کی بگم؟ یه عکس دارم از بچه‌ها بعد عملیات. همه بچه‌ها اصلا جز این آقا. چون اصلا اونجا نبوده. اینا رو گفته واسه بازارگرمی. رأی میخواد جمع کنه. من آقای گودرزی که اونجا بودیم، اگه خواستی میتونیم بیام شهادت بدیم. احمد عباسی هستن. تو همون عملیات هم جان باز شدن. آقای گودرزی. همون گودرزی فرمانده بردار. بله همون. اصلا خودش اومده به من ماجرا رو گفت. همین امروز صبح. آقای خبر نداری؟ چیو؟ بازه ایش هم بچه بونیان دو ست زنگ زد کن کاج مجید دیروز قبل ازان تو قلبش گرفته. قبل از اینکه از آسایشگاه برسن بیمارستان تو همون آمبولانس شهید شده. ما هم خبر نداشتی بویا.